شما وقت شما بخیر. با برنامه بازار از تولو نیوز خوش آمدید. سرخط خبرها: افزایش دسترسی به برق در کشور. بنیاد آسیا در نظرسنجی اخیرش دریافته است در سال روان 4% دسترسی به برق در کشور افزایش یافته است. ما تانستیم که هم ای تعداد در سطح افغانستان به بیشتر از 1,580,000 بسازیم. افزایش فراورده های سبزخانه‌ای در فرا. ولایت فرا سالانه 110,000 تن فراورده های سبزخانه‌ای به بازارها عرضه می کنند. 110,000 تن محصول داریم سالانه و به وقت زمانش چون اتحادیه جور شدن به ولایت دیگر میتونیم به اسرع وقت روان کنیم انشاءالله. فراگیری آموزش های فنی از سوی دختران در هرات. 180 تن از زنان پس از فراگیری آموزش های فنی صاحب کار شدند. 180 خانم بیجا شده داخلی و عودت کننده ما به برنامه حرفه‌ای تحت پوشش گرفتیم که امروز شکر خدا اینا فارغ شدن از این برنامه ها. و هجوم ملخ ها بر زمین های کشاورزی در غرب یمن. در غرب یمن که یکی از بخش های زراعتی کشور است، هجوم ملخ ها زمین های کشاورزی را صدمه زده است. در این برنامه تا یک ساعت دیگر به تازه ترین رویدادهای اقتصادی افغانستان و جهان میپردازیم. بنیاد آسیا در نظرسنجی اخیرش دریافته است که در سال روان 4% دسترسی به برق در کشور افزایش یافته است. در این گزارش برق خورشیدی مروج‌ترین منبع برای تولید برق برای پاسخگویی به مردم بوده است. از سوی هم شمار از کارشناسان میگن که در مقایسه با مصرف و دسترسی برق در سطح جهان افغانستان در پایین‌ترین سطح استفاده از برق قرار دارد. افغانستان در سال 2019 نام نظرسنجی اخیر بنیاد آسیا درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صلح پایدار در افغانستان است. یافته های این نظرسنجی در بخش دسترسی به برق و عرضه خدمات برق به شهروندان افغانستان نشان می دهد که در سال روان دسترسی به برق در کشور از 16.4% به 20.2% پاسخ دهندگان رسیده است. ما در سال گذشته در اوایل سال در حدود 1,400,000 مشترک داشتیم در سطح افغانستان، مگر خوشبختانه با در نظر داشت از اینکه ظرفیت برق داخلی بلند رفته، ما تانستیم که هم این تعداد در سطح افغانستان به بیشتر از 1,580,000 بسازیم. در جریان این نظرسنجی 27.7% از پاسخ دهندگان در روستاها گفتند برقشان از شبکه عمومی تامین می شود. 53% گفتند که برای روشن ساختن خانه هایشان از برق خورشیدی کار می گیرند. در حالی که 7.1% پاسخ دهندگان در روستاها گفتند که برق ندارند. ما بسته 2000 مگاوات برق تولید برق از نور آفتاب داریم که در افغانستان به 5 زون تقسیم کردیم و هر زون به تعداد 400 مگاوات برق تامین میکنه که فعلا ولایت قندهار امی پروسش رو اندازی شد که فعلا بسته 30 مگاوات برقش در حال بهره برداری شدن از بخش دومش. اما آمارهای شرکت برشنا نشان میدهد که تنها در حدود 45% از جمعیت کشور به برق دسترسی دارد. ما متاسفانه نمیتونیم حتی شهروندانی که در کابل پایتخت افغانستان هستند در 24 ساعت به صورت مداوم برق داشته باشند. ما سرویایی هم که انجام شده با توجه به مناطقی بوده که در دسترس بودند. در این نظرسنجی با 17,812 تن به گونه مستقیم در 34 ولایت کشور از 11 ماه جولای تا 7 ماه اگست امسال گفتگو شده است. بیشتر این موضوع گفتگو میکنیم با آقای احمد خالد استانکزی، رئیس تجارتی شرکت برشنا. سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه. بخیر باشید. تشکر. ممنون. آقای استانکزی، بررسی را که بنیاد آسیا انجام داده بر اساس این بررسی دسترسی مردم به برق در کشور از 16.4% رسیده به 20.2%. من میخوام مشخصا بپرسم ببینید که چقدر شهروندان کشور در جریان امسال اینا دسترسی پیدا کردن و منابع برق و وصل شدن به شبکه توزیع برق. بسم الله الرحمن الرحیم. در قدم اول سلام به شما و همکاران شما، همچنان بیننده های عزیز تلویزیون.
در رمی اواخر اگر ما مثلا صحبت کنیم در دو سال اخیر در سال 1397 و 1398 در مجموع ما تانستیم که حدود 160 هزار خانواده یا فامیل ما برق بتیم. این در صورتی است که ما کدام مقدار برق توریدی که ما داریم که 80% برق ما برق وارداتی است، بدون از این که در مقدار از او کدام افزایش بیاید، ما تانستیم که 160 هزار فامیل ما برق بتیم، ما برق رسانی کنیم. و دلایل از این میشه که مثلا باز یک آیک در جریان صحبت ها اشاره کنیم برچم. بله، و اما بیاین روی پلان های شما، من میخوام از شما پرسم که نزدیک به 1500 مگاوات که ما در حال حاضر داریم برق در سراسر افغانستان که استفاده میشه، 1200 مگاوات هستی وارداتی است که ما از کشورهای دیگر وارد میکنیم، اما چقدر هم تمرکز در جریان امسال بر تولید برق از منابع داخلی صورت گرفته و ویژه در بخش خورشیدی؟ ما مثل که قبلا اشاره کردم در مقدار برق توریدی کدام افزایش نامده و ای که ما 160 هزار فامیل به برق وصل کردیم، کلش منبع از این منبع داخلی بوده. ما مثلا پروژه های سولار انرژی را روی از او کار کردیم و همچنان ظرفیت بعضی از بندهای برق که شما شاید بند برق کجکی بودین که ظرفیت شما به اندازه 100 مگاوات بلند بردیم در جریان دو سال اخیر، همچنان کار برای دو توربین بند برق نقلو که ظرفیت هر دو توربین 50 مگاوات است، کار روی از او آغاز شده و 25 مگاوات از این پارسال به برابرداری گذاشته شد و 25 مگاوات از این در هفته آینده ان شاءالله و بهره‌برداری سپرده میشه. و همچنان در اینجا بعضی از سکتورهای خصوصی را، شرکتهای خصوصی را ما چانس دادیم که شما شاهد 10 مگاوات قندار بودین، 15 مگاوات دیگه از وام کار روی از او جریان داره و انشالله تا سال 1398 تکمیل میشه. همچنان پروژه برق بیات که به ولایات جوزجان و سرپل به اندازه 40 مگاوات برق میتن، بنان سکتور خصوصی خود سهم سکتور خصوصی و همچنان پی 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 را ما پروژه های شبریدست داریم که انشاءالله میتونیم در آینده بسیار نزدیک روی 2500 مگاوات برق تولید داخلی ما روی از او کار داریم که انشاءالله در بین 5 تا 10 سال این پروژه تکمیل میشه و از لحاظ از این که یک توازن یا بیلانس بین عرضه و تقاضا باشه این بیلانس ما بتانیم تامین بکنم. بله آقای سرنگزی، من میخوام بپرسم که چند پروژه بزرگ شما روی دست دارین که تولید برق از منابع داخلی است که بخش خصوصی بیا و روی از این پروژه ها سرمایه گذاری داشته باشه؟ ما مثال برق بیات دادم، به تعقیب از اون ما پروژه غزنفر داریم که اونام اینا پروژه هایی است که عملا رویش کار صورت گرفته. بله، تا کنون. بله. من میخوام بپرسم که پروژه هایی که شما در دستتان هست، یعنی تحریزی شده که باید بره به طرف از این که سرمایه گذاری رویش جلب شود، کدام پروژه هاست؟ ما بند برق کنر است که فعلا مطالعات تکنیکی از او جریان داره و ظرفیت بند برق کنر به اندازه 600 مگاوات برق است. همچنان روی پروژه های سولر که از او جمله ما 140 مگاوات برق سولر تعهدات داریم از طرف دونرها و همچنان 160 مگاوات از او را از خود بودجه داخلی برشنا شرکت صورت میگیره. بینان 300 مگاوات سولر و 600 مگاوات بند برق کنر اگر بگیرین در آینده، یعنی بسیار نزدیک ما 900 مگاوات برق است که فلال تحت کار هستن و پلان داره برشان برشنا شرکت در همکاری با وزارت محترم انرژی و آب. بله آقای سنگزای، بخش خصوصی افغانستان خانه یک سلسله سولت ها از حکومت به ویژه شرکت برشناز به منظور سرمایه گذاری در بخش تولید برق، شما چی نوع سولت ها را تا کنون فراهم ساختین و چی برنامه های دیگه به منظور تشویق بیشتر این بخش بد نظر است؟ ببینن در ایج اول خود همی سکوپ وظایف برشنا شرکت باید مشخص شوه. ای است که اول آغاز کارهای پروژه از طریق وزارت محترم انرژی و آب صورت میگیره و در صورتی که در مرحله بهره برداری و میرسه در او صورت بازو تسلیم دهیش بر برشنا شرکت است. بنان در اینجا رول خود وزارت محترم انرژی و آب که در همکاری با وزارت محترم مالیه صورت میگیره، از طرف برشنا چیز تیم تکنیکی که از برشنا شرکت او را در اختیار میگذارن متواقی قبل که شما پیشنهادات مشخص هم داشتین به وزارت انرژی و آب که اینا باید به چه اساس سرمایه گذاری ها را جلب بکنن، نه تنها به عنوان یک شرکتی که شما خریداری میکنین برخ از اینا.
ما پیشتر گفتم مطالعات ابتدایی از زیر مثلا بند برق بیات و غزنفر مطالعات ابتدایی از زیر خود برشنا شرکت انجام داده بود، پروپوزل و طرحهای خود با وزارت محترم انرژی و با همچنان وزارت محترم مالیات تقدیم کرده بود و با تعقیب از او این پروژه است که به این استیج رسیده که بیات اون به بهره برداری سپرده شد و غزنفر در سال آینده به بهره برداری سپرده میشه و همچنان بند برق کنر که فلال مطالعات تکنیکی از او در جریان است، دو جنب برشنا شرکت دخیل است و در مطالعات تکنیکی از او فلال دخیل است برشنا شرکت. بله خواستان اگزای منابع داخلی اگر روش بیشتر کار صورت بگیره و تولید برق صورت بگیره، ما این 1500 مگاوات که در حال حاضر داریم چی گرچه بیشترش وارداتی هست، چقدر به سطح تولید داخلی ما خواهد رسید و در چقدر مدت هم در برق خواهد گرفت؟ ببینیم دیجا تقاضا بر 3200 مگاوات برق است و ما متاسفانه فلال 1500 مگاوات برق داریم. کاری که روی کار و همچنان پلان های که فلال ما داریم و پروژه هایی که روی دست داریم، ما پیشتر گفتم 140 مگاوات از طرف تعهدات خود دونراست در قسمت انرژی سولار، 160 مگاوات از زیر برشنا شرکت فلال روی دست داره و همچنان بند برق کنر ما پیشتر مثال بردم، بند برق نغلو توربین دومی از او 25 مگاوات برق میشه. بنان این پروژه های هست که همین پروژه های بند برق کنر اگر بگیریم، نغلو را بگیریم و همچنان 300 مگاوات سولار، این در 3 سال آینده یعنی تا 2022 و متباقی پروژه هایی که ما بتانیم امو تقاضا را که 3200 مگاوات است از او بلندتر حتی بریم تا 4000 مگاوات بریم، این به یک مدت 5 الی 10 سال نیاز داره که ما به او سرحد برسیم. بله با این که سرمایه گذاری بخش خصوصی هم خیلی افزایش پیدا بکنه که ما بریم به طرف ازی. و دیگه یک مورد دیگر ما اشاره بکنم، ای که ما پیشتر اشاره کردم که ما افزایش در بند در برق وارداتی نداشتیم، ما با وجود از اون با 160 هزار فامیل ما برق رسانی کردیم در پالوی ازی که دیجا پروژه های داخلی خود ما بوده، ما همچنان در کاهش ضایعات برشنا شرکت در این مورد ما کار کردیم، در اصلاح شبکه ما تانستیم در 2 سال اخیر 6% ضایعات برشنا شرکت کم بکنیم که ارزش 6% ضایعات برشنا شرکت حدوداً 20 میلیون دلار میشه، یعنی 20 میلیون دلار که سالانه ما سیو میکنیم او را در اصلاح شبکه و کار برده تا که بتانیم فامیلای زیاد برق رسانی بکنیم. تشکر سپاس از این که منظور افتادین، خیلی سپاس از شما. تا لحظات دیگر. فراگیری آموزش های فنی و حرفه‌ای از سوی زنان و دختران در هرات. ادامه برنامه بازار خوش آمدید. نزدیک به 180 تن از زنان و دختران بجاشته داخلی در هرات پس از فراگیری آموزش های فنی و حرفه‌ای صاحب کار شدند. ریاست کار امور اجتماعی هرات میگوید که این زنان و دختران میتوانند پس از این نقش مهم در اقتصاد خانواده هایشان داشته باشند. اینها ساخته های دستی با عنوان بیجا شده داخلی در هرات هستند که پس از فراگیری آموزش های فن و حرفه ساختند. خانم ها می توانند در حرفه خیاطی، کیفتوزی، هرایشگاه همه خود اینا به پای خود استاد بشن، پا به پای مردا همچون نور خورشید استوار و همچون کوتابنده باشند و بتوانند برای جامعه خود کمک بکنند. تمام خانم ها بعضا مشکلات زیاده داشتن، حالا می توانند با صورت خود زندگی خود به خوبی و خوشی پیش ببرند به کنار فامیل خود. مسئولان ریاست کار و امور اجتماعی هرات میگویند که امسال نزدیک به 4000 بانو در این ولایت آموزش های فن و حرفه را فرا گرفتند و بیشترشان مصروف کار شدند. اگر کسانی از طریق سواد و تحصیل و مهنتون ها به نوعی تبارز کرده نمیتونن، از طریق مهارت های دیگه در زندگی بتونن با درخشان سر پای خود استاده باشن و از نظر اقتصادی و خودکفایی دست پیدا کنند. نبود بازار فروش برای این ساخته های دستی از مشکلات جدی به عنوان شاغل و صنعت پیشه در هرات خوانده می شود.
آنان همچنان از مردم می‌خواهند که به جای کالاهای وارداتی از کشورهای بیرونی از ساخته‌های دستی بانوان استفاده کنند. برای جزئیات بیشتر در این مورد نصیر احمد صالحی خبرنگار تلو نیوز بکنه زنده با خود داریم. صالحی سلام و وقت خودت بخیر. خوش آمدین خیلی زیاد به برنامه. من میخوام در نخست بپرسم که نمایشگاه البته همین نزدیک به 180 تن که آموزش های فنی و حرفه‌ای را فرا گرفتن در هرات، چقدر تانسته که تاثیر بر زندگیشان پس از این آموزش ها داشته باشه و در حال حاضر وضعیت کاربارشان هم چگونه است؟ سلام بر شما و تمامی بینندگان برنامه بازار. خب آنچه که در گزارش هم گفته شد، بیش از 180 تن از خانم‌هایی که اینا خانم‌های بیجا شده داخلی بودند که اینا بر اثر جنگ‌ها و خشونت‌ها و خوشسالی‌ها از ولایت‌های همجوار به هرات آمده بودند. اینا چون بیشتر خانواده‌های بیجا شده با مشکلات بسیار جدی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و اکثرا اینها با فقر و تنگدستی روبرو هستند، بنابراین برخی از مؤسسات خیریه و کمک کننده و همچنان حکومت در هرات اینا برنامه‌های آموزشی را در قسمت فن و حرفه برای خانم‌ها برگزار کردند تا اینا بتونن توانمندی‌هایشان را بالا ببرن و کارهای دستی آنچه که مربوط به خانم‌های فرا بگیرن. در این مرحله اینا خانم‌های بیجا شده مسائل فرا گرفتن و البته مراحل در گذشته هم بودن که صدها خانم از خانم‌های بیجا شده عودت کننده که از کشورهای بیرونی به افغانستان آمدن و یا از ولایت‌ها به هرات بیجا شدن برایشان راه اندازی کردن و اینا به این امیدواری اینا شامل دوره‌ها شدن که بتونن صاحب کاروبار شوند و همچنان به خانواده‌هایشان کمک بکنند در قسمت نفقه و حل مشکلات اقتصادی که خانواده‌ها دارند. بله، صالحی بیان روی ازیم اشاره بکنین به این که اکنون اینا پس از این فراغت میرن به طرف ازی که کاروبار خودشان هم داشته باشن. شما کس نزدیک هم مشاهده کردین چگونه است کاروبارشان و خوشبینی که اینا دارن که پس ازی بتونن در کاروبارشان بهبود به میان برن؟ خب یک نگرانی جدی که این خانم ها داشتن و در گذشته هم خانم هایی که ساخت های دستی تولید می کنند و یا پیششان مسائل صنعتی هستند، اینا نگرانی دارن که ما درست این آموزش ها رو فرا می گیریم، تولیدات داریم، اما علاقمندی آنچنانی برای خریداری محصولاتشان وجود نداره. در جامعه بیشتر مردم علاقمند هستند تا از کالاهایی که از کشورهای همسایه یا دیگر کشورها وارد میشه اینا استفاده بکنه. بنابراین یک دغدغه ای بانوان داره که مردم نمیان از این ساختهای دستیشان خریداری نمیکنن، استفاده نمیکنن. بنابراین اینا از مردم خواستن که بیان از ساختهای دستی بانوان خود هرات و افغانستان، چون هم از لحاظ کیفی بهتر است و هم از لحاظی که مطابق با مو فرهنگ و عنانات مردم افغانستان است، بنابراین میتونه مردم بهتر از نا استفاده بکنن و از حکومت خواستن تا اینکه زمین های بازاریابی رو برایشان فراهم بسازه، چون در هرات خانم های زیاده اینا در بخش فن و حرفه مشغول کار هستن. بر بنیاد آمارهایی که برای ما رسیده 45 تا 50 هزار تن در هرات اینا در جریان یک دهه اخیر اینا آموزش های فن و حرفه را فرا گرفتن که بیش از 60%شان خانم ها هستند و نزدیک به 40% هم آقایان هستند که اینا در بخش های گوناگون آموزش دیدن و آن گونه که مسئولین در ریاست کار و امور اجتماعی گفتن بیش از 70% از مجموعه 45 تا 50 هزار اینا مصروف کار هستند که کارها را به گونه فنی و حرفه‌ای فرا گرفتن. بنابراین با این شمار افراد شاغل و ای که بازار فروش برای محصولاتشان وجود نداره یک نگرانی است. بنابراین این خانم ها چون بیشتر خانم های بیجا شده بودن و با فقر و تنگدستی بسیار شدید و جدی اینا دست و پنجه نرم میکردن، بنابراین اینا امیدوار بودن که بتانن با ساخت های دستیشان که خودشان تولید میکنه در کناری که فقر و تنگدستی که در خانوادهشان دارن از بین ببرن، بتانن که حداقل در امو بهبود وضعیت اقتصادی خانوادهشان هم بتونن کمک بکنن در کنار مردانی که حالا بیکار هستند و نمیتونن که در شرایط کنونی برایشان کار پیدا بکنن. و سوالی که ما میخوایم بپرسم که در کنار که این برنامه در حال حاضر این 180 تن زنان و دختران بیجاشته داخلی را مورد پوشش قرار داد، آیا این برنامه ادامه پیدا میکنه؟ شما از مسئولین هم پرسیدین و از کسایی که اینچنین برنامه ها را تاکنون راه اندازی کردن، چون تعداد زیاد زنان و دختران دیگر هم هستند که نیاز از اینچنین آموزش ها برشان فراهم شود.
بله، این برنامه نخست نیست که برای خانم ها، بخصوص خانم های بیجا شده در هرات راه اندازی شدن. صحبت هایی که من لحظات پیش با مسئولین ریاست کار امور اجتماعی داشتم، گفتن که چند برنامه آموزشی دیگر هم در گذشته برای خانم های بیجا شده و همچنان خانم هایی که مهاجرینی که از کشورهای همسایه از ایران و پاکستان اخیراً به هرات برگشتن و با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کردن، برایشان راه اندازی شده که شما رو خانم ها به صدها تن میرسه. اینا گفتن که در آینده هم برنامه های دیگر راه اندازی میشن تا اینکه خانم های بیشتر بیان یا آموزش ها رو فرا بگیرن و بتونن که حداقل در اقتصاد خانوادهشان سهم بگیرن. و اینا گفتن که این آموزش ها در بخش های گوناگون هستن، هم خامک دوزی، خیاطی، بیشترین بخشی که تاثیرشون تاکید شده در مورد ساخت کیف هستن، کیفایی که خانم ها استفاده میکنن. گفتن که در سالهای گذشته کیف ها به گونه گسترده از کشورهای همسایه به افغانستان وارد میشدن، اما حالا تا حدودی از واردات جلوگیری شده، چون این خود خانم ها در قسمت کیف بافی و کیف سازی رشد و پیشرفت کرده. اینا یعنی تا حدود تانستن که بازار داخلی را اشباع بکنن و در کنارش در قسمت خیاطی هم اینا رشد بسیار خوب داشتن که تانستن که در تا حدود لباس های افغانی را تولید بکنن در اینجا و خانم ها بیا از این لباس ها استفاده بکنن. تشکر صالحی که جزئیات بیشتر در این مورد بر ما ارائه کردین. سپاس از شما. وقت محمد آمه یه خبرها با گذشته بیش از دو هفته از سرنوشت قطعی سال 1397 هجری خورشیدی هنوز معلوم نیست. شما راست نمایندگان مردم میگن که اگر وزیر مالیه بر روز دوشنبه آینده برای پاسخگویی به این مجلس حاضر نشود، درباره قطعی بودجه تصمیمشان را اعلام خواهند کرد. قطعی سال 1397 مالی و کنجکاوی های مجلس نمایندگان درباره بیش از 15 مورد خلاف ورزی ها در این سند مصارف حکومت. پارلمان افغانستان یگانه کار مهمی را که میکنه تصویب بودجه است و تصویب قطعیه است. تا که ما قطعیه را تصویب نکنیم برای بودجه سال آینده، ما مطابق قانون اجازه نداریم که بالای بودجه کار کنیم. بیاین ما و شما مسئولانه عمل کنیم. سرانجام رئیس مجلس نمایندگان روز دوشنبه آینده را آخرین مهلت برای تصمیم گیری درباره قطعیه سال 1397 مالی تعیین میکند. برتباط قطعیه روز دوشنبه آخرین روز قطعیه است و دالنشا موظف است که با وزیر مالیه تماس بگیره که روز دوشنبه وزیر مالیه تشریف بیاره با رئیس اداره تفتیش که ما قطعیه را روزش قطعیه را به تالار و فیصله برسیم. پیش از این نمایندگان مردم در مجلس پاسخگویی وزارت مالیه را درباره قطعی سال مالی گذشته پیش شرط برای آغاز بررسی ها درباره سند بودجه سال آینده گفتند. ارگ از آمادگی برای پاسخ دادن به پرسش های اعضای مجلس درباره قطعی سال مالی 1397 خبر می دهد. ریاست جمهوری می گوید که بودجه ملی بر بنیاد اصول دهیه و ترتیب شده است و اما اگر نیاز به توضیح در این باره باشد، ارگ حاضر است که در این باره توضیح بدهد. در این حال اعضای مجلس نمایندگان می گویند که در قطعی سال 1397 دستکاری شده است و در کنار انتقال پول از کد های دیگر به کد 91 در حدود 6 میلیارد افغانی حیف و مال شده است. اتاق صنایع و معادن میگوید که حکومت وحدت ملی در بخش مدیریت منابع مدنی دستاورد لازم ندارد. رئیس این اتاق میگوید مشکلات در حکومت و نبود ظرفیت در وزارت معادن از یک سو و وجود سرپرستی متداوم در این وزارت سبب شده است که حتی کار قراردادهایی که در سالهای گذشته صورت گرفتن از سر گرفته نشوند. اما وزارت معادن میگوید که این وزارت در بخش پیمانهای معادن در سالهای اخیر دستاوردهایی داشته است. اتاق صنایع و معادن فراهم نبودن شرایط برای جلب سرمایه گذاری و نبود ظرفیت در وزارت معادن را از یک سو و وجود سرپرستی متداوم در این وزارت را در سالهای اخیر از چالش‌های می‌دانند که سبب شده است حکومت افغانستان نتواند دستاوردهای لازم در بخش منابع معدنی داشته باشد. مثال دیگر هم در سنگ‌های زینتی، تعمیراتی و غیره نداریم. در نمک ما تنها یک قرارداد داریم. قراردادها فسخ شد، قراردادهای نمک دادن در هرات فسخ کردن، قراردادهای دیگه داده شد فسخ شد. اینی قرارداد مثل عینک ببینین شما یک مسخره شده بیخی. چند سال میشه دوام کرده هیچ نتیجه از این بیرون نشد. از سوی هم یکی از اعضای مجلس نمایندگان نامنی را از بزرگترین چالش ها در برابر جلب سرمایه گذاری ها در بخش معادن در کشور میگوید.
وضعیت نامنی ده او مالی زورکان پلاسک ده نه غرج دوی نه پنوی پشکی کی څوک نه پریسی مدن اخراج کی په دې دی وات قرار دادونه چې موږ د هرات کې وغو تمدید کړو چې هغه هم د اوایدو راټولولو برخه کې موږ سره مرسته کوي بل اساسي مسله دا چې موږ هغه پروژې چې په پام کې نیولې د غیر تطبیق لپاره پلان لرو او غواړو چې په سنې سره سکتور کې پانګونه ولرو اتاق صنایع و مادن امضای پروژه معدن طلای بدخشان و پروژه معدن مس بلخاب ولایت سلپور را از پروژه های بزرگ معدنکاری در دوران حکومت وحدت ملی میگوید، اما مسئولان این اتاق بستن این قراردادها و فسخ آن را پس از یک سال به موضوعات سیاسی پیوند میدهند. سازمان ملل متحد از افزایش در شمار نیازمندان به کمک های بشری در افغانستان نگران است. هماهنگ کننده امور بشر دوستانه سازمان ملل برای افغانستان با ابراز نگرانی میگوید که 9.4 میلیون تن در سال آینده میلادی در افغانستان به کمک های بشری نیاز خواهند داشت، در حالی که در سال روان میلادی این رقم 6.3 میلیون تن بود. در این حال وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث تاکید دارد که در سال پیشرو 2.5 میلیون تن به کمک های فوری نیاز خواهند داشت. پلاسات دیگر نگرانی هاست نبود سردخانه های بزرگ در فرا. ادامه برنامه بازار. ولایت فرا سالانه 110 هزار تن فرورده های سبزخانه‌ای به بازارها عرضه می کند. والی فرا در گزارشدهی از کارکردهایش در 9 ماه گذشته میگوید که نبود سردخانه های بزرگ در این ولایت یکی از چالش های اساسی است و با وجود وعده‌های وزارت زراعت تاکنون هیچ سردخانه معیاری در این ولایت ساخته نشده است. از سوی هم در نشست والی سرپل میگوید که حکومت باید در بخش بهره گیری از میدان های نفتی در این ولایت برنامه‌هایش را عملی سازد. والیان سرپل و فرا کارکردهایشان را در 9 ماه گذشته با رسانه ها همگانی می سازند. در این نشست والی فرا در کنار عملی شدن پروژه های گوناگون به ارزش بیش از 1.4 میلیارد افغانی توسعه کشت سبزخانه ای را در ولایت فرا یک دستاورد بزرگ می داند. وی می گوید که امسال در کنار ساخت 177 سبزخانه در ولایت فرا بیش از 500 جریب زمین را با خای انار و آناب ایجاد کردند. یک لک و 10,000 تن محصول داریم سالانه و به وقت زمانش چون اتحادیه جور شدن به ولایت دیگر میتونیم به اصری وقت او را روان کنیم. انشالله مشکلات فعلا نداریم. مشکل سردخانه واقعا یک مشکل کلان است برای ما. در همین حال والی سرپل در کنار دستاوردهای اقتصادی در این ولایت روی تامین امنیت بخشهایی از این ولایت تاکید دارد. وای میگوید که ولسوالی کوهستانات که مرکز بزرگ طالبان است، حکومت در سالهای گذشته قصدا برای تصفیه آن کار نکرده است. نیروهای امنیتی ما تا امروز و اقدام هم نکردن و نخواستن اقدام هم بکنن. و پار سال به طرف از سال 1397 به طرف کم بیش به خاطر مردم آمدن که از ولسوالی ها میاین اینمی با خاطر واپس گیری. تا امروز ما بخاطر اگر پس می گرفتیم حفظ نگهبانیش با ما مشکل بود. ما پارسالم در گزارش 6 ماهی رئیس جمهوری را مطرح کردیم، به قلردو در بهار سال 98 مطرح کردیم، حفظ نگهبانی نیروهای ریزرو به کار بود. از سوی هم والی سرپل میگوید که با وجود سر و صداها درباره میدانهای نفتی قشقری و انگوت سرپل تا کنون در این پروژه ها هیچ کاری نشده است. وی میگوید که اکنون هم چینایی ها علاقمند به آغاز کار دوباره در این پروژه ها نیستند. بیشتر این موضوع گفتگو میکنیم با آقای ذکرالله صافی، استاد دانشکده زراعت دانشگاه کابل. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. تشکر، سلامت باش. ممنون. خواهی صافی، آنچنان که والی سرپل میگید که البته فرا در کنار از که والی سرپل هم در بهبود وضعیت اقتصادی در این ولایت سخن گفتن، اینا میگن تنها در بخش زراعت در بخش فرارده های سبزخانه ای البته 110,000 تن مو فرارده های سبزخانه ای از فرا میاد وارد بازارها میشه. چقدر این آمار واقعی است و اگر ما به این میزان فرارده های سبزخانه ای داریم پس چرا واردات در این بخش صورت میگیره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و به نستعین. تشکر از سوال شما. میام یک کمی با شکل مقدمه یک سه کلمه با شما میگیم و ایست که دزرات میفهمین بسیار مهم سه قدم است. عوامل تولیدی است، فعالیت های تولید است و فعالیت های بعد از تولید است. صحیح است 110,000 تن که اینا میگن تولید داریم و باید داشته باشین که تمام تولیدات زراعتی فصلی است. در یک فصل یک تولید میشه، فصل بعدی دیگه تولید میشه، فصل بعدی دیگه تولید میشه و هر فصل اگر ما بگیم که تولیدات هر فصل به طرف سرخانه انتقال شوه این تقریبا ناممکن است و چون مصرف میشه و چیز میشه. و دیگه مسئله سردخانه، شما زمان ضرورت پیدا میکنه که تولیدات ما به حدی برسه، به حدی برسه که ما به طور عاجل برای از مارکت پیدا کرده نتانیم و به مارکت بعدی نارشی کنیم، با خود نگهداری کنیم. شما فعلا در کابل ببینین قیمت یک کیلو رومی ما به 120 افغانی رسیده، یک کیلو رومی. و وقتی که دوباره رومی هم به مارکت میه از پاکستان میه. ما ایران بایستم که این 110,000 تن تولیدات چیز سبزخانه‌ای با کجا میره بایستم. و مسئله دوم که چیز است، تمام سردخانه باید با اساس تولیدات معیار باشه. تقریبا در 2008 ابدا بود 16 بود دولت وزارت زراعت ایران کرد که ما 11 سردخانه ساختیم در سطح کل دولت. حالا میفهمم که کمی زیاد شده و شما یقین بکنید که امیال سردخانه ها ما در کابل به شما نشان میده که به حیث گودام از او استفاده میشه و به این شکل هم باید نباشه. شما ساختن سردخانه با اساس تولیداتتان و تولیداتتان با اساس اراضی تولیدیتان که چقدر شما تولید کرده میدین، به کدام عوامل شما عوامل تولیدی دسترسی دارین. ما میگیم که سردخانه تا مطابق به تولیدات و تولیدات مطابق به عوامل تولیدی. شما کدام سهولت ها رو به عوامل تولیدی مهیا کردین؟ شما مثلا مثال ما والی سه فرا را ما متهم به گم نمیسازم، در فرا به خاطر تولید کود کیمیاوی چقدر اینا امکانات دارن، به خاطر تولید کمپوست چقدر اینا امکانات دارن. بعد از اینا پروسه تولیدات خود صحیح فصلی، مثلا ما سال گذشته شاید تولید فوق العاده زیاد تربوز بودیم و این معنی نداره که با ارقام یک سال ما سرخانه بسازیم. خود سرخانه سرمایه گذاری کرده و سرمایه گذاری پیسه بند میشه و دیگه دنیا سرمایه و چی نه رب، ما باید رب میگیرن، ما باید رب باشیم، متوقع باشیم. سردخانه با اساس چی باید باشه؟ با اساس تولیدات چه باشه، عیار باشه که اون تولیدات خود اینا طور تقسیم بندی بکنن که اینمه قدر تولید ما اضافه است، ما عاجل مارکت پیدا کرده نمیتونیم و یایی که مارکت قیمت میشه به شکل چیز ما اینا چی میکنیم ذخیره میکنیم. در غیر از این ایجاد سردخانه ها و بدون از این که شما ارقام 10 ساله و اضافه تر از او از تولید نداشته باشین چندان درست به نظر نمیرسه. بله خود صافی، و اما وزارت زراعت هم بارها وعده اینچنین ایجاد سردخانه های میاری را بر کشاورزا بر مسئولین محلی هر ولایت دادن، اما تاکنون عملی هم نشده. لااقل اگر ما بر بنیاد متولداتی که داریم یک دو سردخانه میاری هم ساخته شود، فکر کنم اکتفا خواهد کرد تا اندازه ای. نه، به خاطر از این من وزارت زراعت شکوه و گلایه های زیاد دارم. وزارت زراعت اعلان میکنه و ارقام داره، مثلا از تولید انگور ما تنها در هرات شما میفهمین اونو سردخانه که در هرات هست فعلا بانگور ما چی هست کفایت نمیکنه. بله. تولیداتی که در شمالی میشه و به اون تولیدات ما سردخانه کافی وجود نداره. حتی شما به کابل ببینید تولیداتی که در کابل هست کفایت نمیکنه. ولی واقعا به سطح ولایت نه و به سطح وزارت این مکلفیت خود وزارت است که با اساس نیاز سنجی. شما ببینید چند روز پیش وزارت زراعت، شما ببینید چند روز پیش اینا یک حشر انداختن. به خاطر چی؟ به خاطر یک مشوری ملی، به خاطر ارتقای تولیدات چیز، در حالی که به این شکل نمیشه. مثلا مردم جلال آباد شرکت میکنن، ما سیتروس ما ایر زیاد تولید میکنیم، مردم قندهار شرکت میکنن، ما انار تولید میکنیم. شما ببینید امین موضوع بسیار وسیع را چطور جنبندی میکنین. بیاین اینمی فرو تقسیم بندی کرده افغانستان با 8 زون یا 8 زون تقسیم کرده، شما زون بندی بکنین با اساس نیازمندی همو زون. شما چه میکنین؟ با تولیدات سرخانه میسازین و تولیدات مردم مهار میکنین که دیگه موضوع چی شوه استفاده اقتصادی بکنن. بله، بویژه ما میخوایم آقای صافی در بخش همین فرآورده های سبزخانه بیشتر از شما بشنویم که اگر کار زیادتر صورت بگیره، که ما هنوز هم یک بخش از این سبزی ها را وارد افغانستان هم میکنیم که هیچ نیاز نباشه از بیرون وارد شود و بازار مناسب هم بر این فرآورده ها در داخل افغانستان وجود داشته باشه. بله، خب ما تولید خودم میبینیم، مثلا در کابل شما میبینید چقدر تولیدات رومی، چقدر تولیدات داشتیم.
مای قوس هستی تا با آخر میزان هم تولیدات ولایت لوگر و اطراف کابل برماشی میشد مایا میشد. شما ببینید یک دفعه به قیمت رومی چرا به 120 تا 140 کیلو میرسه؟ ما چون نبود سردخانه در کابل است، ما امکانات دسترسی به سردخانه نداریم. دولت دهی تو جوابات فکر بکنه که دهی تو دهی قسم شرایط که دی یقین چون از نوسانات قیمت ها فوق العاده چی شوه جلوگیری شوه. اگر ما سردخانه می داشتیم این می رومیا را چی میکردیم مال استفاده می یک ما نگذشته یک ما تا بالا از رومی سبز مردم استفاده میکنن، ولی دی یک ما قیمت ها یک دفعه بالا نوسان میکنه به خاطر جلوگیری از تو نوسانات، به خاطر اعاده و حفظ سکیوریتی امنیت غذایی در کشور دولت مجبور مکلف است که تولیدات خود دیده و در برابر از چی بکنه اینا پلان بگیرن، اینا باید اقدامات کنن سردخانه داشته باشن. اگر چرا نمیرن این پلانه؟ متاسفانه با این موضوع موضوع بسیار عباد و وسیع داره. شما اول سیاست دولت رو ببینید چقدر فلکسیبل، چقدر ناقرار، چقدر به حالت چیز است. در خود وزارت خانه تقرریا اگر با حساب تکنیکی شوه، ما با یقین برتون میگیم که من ضعیفترین محصل یا دانشجوی رشته زراعت هستم. من این چیزا رو من نظر دارم. چرا سیاسیون ما همی گپ ندارن؟ مشکل در اینجا است که تقسیمات چوکیای بلند با اساس چی میشه؟ با اساس همو یک بدیگه که باور با دارن سرازو میشه. یعنی روابط بالاتر از چی است؟ ضوابط است. به این حساب است که ما دلسوزی با مردم خودم نداریم و با فراورده هایی که باطل میشه نه تنها زیان اقتصادی برای ماست، محیط ما آلوده میشه، محیط ما گنده میشه، عناصر بدون استفاده ما محیط آزاد میشه، مشکلات صحی را ایکوسیستم ما را محیط زیست ما را چی میکنه؟ برهم میزنه. باید یک دلسوزی به این داشته باشیم. بله آقای صافی، اگر قرار باشه که کار صورت بگیره به ویژه در قسمت چی افزایش متولدات داشته باشیم چی هم مهیاسازی بازارها برای این فرارده ها، از طرف وزارت زراعت نخست از کجا باید کار آغاز شود و چگونه باید به پیش برده شود تا حداقل ما دستاورد در بخش کشاورزی داشته باشیم؟ بله، وزارت زراعت در قدم اول مجبور و مکلف است که عوامل تولیدی را به داخل خود چه بکنه مهیا بسازه. در این کنفرانسی که اینا دایر کرده بودن از آبیاری هیچ صحبت نشد، هیچ سخن زده نشد، از منابع آبی هیچ سخن زده نشد، از منابع آبی، از زمین، از خاک و حاصلخیز، از عوامل تولیدی اینا و بالاخره تولید و تولیدم با کیفیت بسیار اعلی و و, و, و مرحله بعدی از اینکه پروسس است، ذخیره است، نگهداری است، دو اقدام میکنه. فوق العاده بودجه داره، متخصصین دارن، اگر اینا دل بسوزن به به شکل چه کنن پیش برن. تولیدات ما فوق العاده بالاست. تنها انگور ما با شما ذکر بکنم شما باور نمیکنید که به صدها هزار تن انگور ما تولید میشه و چه قدرش مورد استفاده قرار میگیره، چه قدر صادر میشه. آقای صافی دقیقاً همین سوال ما از وزارت زراعت آبیاری در همین میزم پرسیدیم، اونا جوابشان همین بوده که مسئولیت وزارت زراعت بازاریابی به این فرارده ها نیست، اینا تولید میکنن با بازار و اگر فروخته شد که فروخته و اگر نشد که هیچی. هیچ معنی من کار اگر ما با شما تعریف بکنم این صحبت هایست که وزارت زراعت این کار با شما تعریف بکنم کار چیه است که اگر عمل چی شو انجام بیا با زمانه که تو تولید است، این تولید با منظور چی است؟ تولید با منظور چی است؟ با منظور امنیت غذایی، با منظور بالا بردن سطح اقتصاد ملی و چیزه با سطح مردم و ملی چی باشه اقتصاد ما بالا بره. و تنها تولید خب دیقین ما فضل خدا فوق العاده حرفه دارن، خودشان فن دارن، اونا تولیدات خود میکنن، ولی تمام سه مرحله رو گفتم که این مجبور مکلف است وزارت زراعت. شما ببینید ریاست ها بسیار مختلف داره، ریاست ترویج به خاطر چی است، ریاست پلان به خاطر چی است، ریاست اقتصاد به خاطر چی است. تمام از اینا چی بکنن؟ باید وظایف خود درک بکنن، دهقان ما را از زیان اقتصادی و از چی از و مردم ما را از کاهش امنیت غذایی چی کنن جلوگیری بکنن. اینا مکلف هستن و مسئولیت دارن که این کار باید بکنن. تشکر آقای صافی، سپاس از اینکه منظور افتن. خیلی سپاس از شما. حالا از آت دیگر انتقاد از دستاورد نداشتن حکومت در مدیریت منابع مدنی. برنامه بازار بگذشت. بیش از دو هفته از سرنوشت قطعی سال 1397 هجری خورشیدی هنوز معلوم نیست. شما راست نمایندگان مردم میگن که اگر وزیر مالیه بر روز دوشنبه آینده برای پاسخگویی به این مجلس حاضر نشود درباره قطعی بودجه تصمیمشان را اعلام خواهند کرد.
قطعی سال 1397 مالی و کنجکاوی های مجلس نمایندگان درباره بیش از 15 مورد خلاف ورزی ها در این سند مصارف حکومت. پارلمان افغانستان یگانه کار مهمی را که میکنه تصویب بودجه است و تصویب قطعی است. تا که ما قطعیه را تصویب نکنیم برای بودجه سال آینده، ما مطابق قانون اجازه نداریم که بالای بودجه کار کنیم. بیاین ما و شما مسئولانه عمل کنیم. سرانجام رئیس مجلس نمایندگان روز دوشنبه آینده را آخرین مهلت برای تصمیم گیری درباره قطعی سال 1397 مالی تعیین میکند. برتبات قطعیه روز دوشنبه آخرین روز قطعیه است و دالنشا معذف است که با وزیر مالیه تماس بگیره که روز دوشنبه وزیر مالیه تشریف بیاره با رئیس اداره تفتیش که ما قطعیه را روزش قطعیه را به تالار به فیصله برسیم. پیش از این نمایندگان مردم در مجلس پاسخگویی وزارت مالیه را درباره قطعی سال مالی گذشته پیش شرط برای آغاز بررسی ها درباره سند بودجه سال آینده گفتند. در این مورد بیشتر گفتگو میکنیم با آقای ایرج فقری، آگاه مور اقتصادی. سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به برنامه. سلام علیکم، شب شما بخیر باشه انشاءالله. ممنون. آقای فقری، در حدود دو هفته میشه که سرنوشت قطعیه در مجلس نمایندگان روشن نیست و هنوزم مردم از این بابت شکایت دارن به اینکه باید سرنوشت این قطعیه مشخص شه. من میخوام بپرسم که چرا همه سال حکومت افغانستان در مورد ارائه این قطعیه به مجلس نمایندگان کوتاهی انجام میده و در خیلی موارد هم گزارش ها شفاف نیست؟ موضوع در ابتدایی است که تعیین بودجه بندی که مربوط به دولت افغانستان میشه هر سال بر اساس نوع وقت منظم از او باید ارائه بشه تا مورد تصویب مردم قرار بگیره. متاسفانه به خاطر از اینکه خیلی از افرادی که در رأس قرار دارن این موضوعات از قبل پیش بینی نکرده و یک نمونه برداری از سالهای گذشته کرده و با توجه به نمونه برداری سالهای گذشته اونا اقدام میکنن به گفتن مقداری از قیمتهایی بدون از اینکه ما بررسی کنیم بازار چه قسم هست، بدون بررسی کنیم که مارکت چه چیزهایی میطلبه، بدون از اینکه بررسی کنیم که رشد اقتصادی مردم افغانستان، نیازهای افغانستان و حتی جمعیت افغانستان چه آیا رشد داشته، نزول داشته، چه قسم بوده، ثابت بوده و چه اتفاقات افتاده. متاسفانه چون این موضوعات آگاهی نداریم، با نداشتن آگاهی نسبت به این موضوعات ما نمیتونیم قیمت مناسبی برای بودجه کشور تعیین بکنیم و ندانستن این اطلاعات و نتوانستن در تعیین بودجه سبب شده که این یک مقدار تأخیری بفته که به اعلام بودجه که چه مقدار میتونن به نمایندگان مجلس ارائه بکنن و این موضوع به صورت دقیق و منظم و وقت معین انجام بشه. متاسفانه بله، یکی از انتقادها در قطعی سال مالی 1397 همین است که در این قطعی از کدهای دیگر انتقال پیدا کرده به کد 91 که صلاحیت بیشترش برای رئیس جمهور برمیگرده. بله. که باید 10 فرمان از اونها باید استفاده مورد استفاده قرار بگیره. انتقاد اعضای مجلس هم به این است که چرا از بیش از 1 میلیارد که مورد تایید قرار گرفته بود که اعضای مجلس اون را تایید کرده بودند، این رسیده به 3 میلیارد، بیشتر از 3 میلیارد هم در این کد است که انتقاد جدی اعضای مجلس برانگیخته. موضوع سر از است که یک هزینه ضروری در بودجه منیست تعیین میکنم برای مربوط به خود وزیر میشه، به مربوط به ارگانهایی که در رأس دولت قرار دادن میشه که متاسفانه این موضوع در سال اخیر چون با تصویبی که هر قانونی که در بودجه افغانستان تصویب بشه در ابتدا باید مورد تایید نمایندگان مردم قرار بگیره که ولی متاسفانه چرا مثلا وزارت مالی این مسئولیت کلان مربوط کرده به کد 91 این نشان میده که خیلی از عواملی وجود داره که در پشت پرده خارج از شفافیتی که مربوط به آگاهی مردم میشه داره کارهای انجام میشه که یک اقتصاد نامشروع هست که سبب میشه که خیلی از افراد و خیلی از کسایی که وابستگی های دولتی دارن و یا زورمندان هستن، گروه های شورشی هستن، بنا به هر دلیلی که سبب منفعت اقتصادی برای بعضی از افرادی که در مقام های فاسد حکومتی قرار دارن بر از اونها میتونن کمک کنن، باعث درآمدی بر از اونها بشه متاسفانه. بله، اما راههایش چی هست؟ به منظور از این که شفافیت بیشتر در گزارش دهی مالی حکومت به اعضای مجلس نمایندگان وجود داشته باشه. زمانی که مجلس مورد تصویب بودجه قرار میده به هیچ عنوان نمیتونه حکومت دستکاری بکنه در سند بودجه. اما بارها این چنین مسئله دیده شده. موضوع سر از این که شفافیت ابتدایی مربوط به وزیر هر کدوم از بخش هایی میشه که مربوط به توزیع پول در اون قسمت یا بودجه مربوط به او وزارت خانه میشه. متاسفانه چون وزیر در حال حاضر در حکومت فعلی، حالا نمیشه گفت به صورت کامل، به صورت نسبی، خیلی از کسایی که در رأس وزارتخانه ها و یا ادارجات
اجرایی قرار دارن متاسفانه از صلاحیت آموتان برخوردار نیان یا حتی اون لوای وظایف خور نمیتونن به صورت دقیق پیش ببرن. این سبب شده که اونا نتونن خیلی از موضوعات دقیق اندازه‌گیری کنن و نسبت به از اونا شفافیتی به نسبت به مردم و نمایندگان مجلس داشته باشن. اونا حتی خیلی از موضوعات و تصمیماتی که مربوط به همون وزارت خونه میشه خود وزیر گرفته نمیتونه و افراد هستن که نسبت به از اونا فشارهای سیاسی وارد میکنن و تصمیمات خارج از تصمیماتی که مربوط به اون وزیر همون بخش میشه انجام میدن که این سبب شده که وزیر نه تنها چون وقتی آدم مسئولیت کار میپذیره که خود او شخص داخل او کار باشه و او کار دقیق انجام داده باشه ولی متاسفانه با نبود مسئولیت و انجام ندادن او کار وزیر هم حتی نمیتونه به شفاف کردن و با پاسخگویی به مردم و نمایندگان مجلس حاضر بشه متاسفانه. بله من فقری من میخوام بپرسم که قطعی 97 اعضای مجلس نمایندگان آن را ربط دادن به اینکه به بودجه سال مالی 1399 هجری خورشیدی را گفتن که اگر این توضیحات بیشتر در موردش داده نشه و تصمیم نهایی در موردش اتخاذ نشه اینا نمیرن به طرف ازی که بودجه سال آینده مالی را مورد تصویب قرار بدن. چقدر میتونه نگران کننده باشه اگر بودجه یک بار دیگر در وقت معینش مورد تصویب قرار نگیره؟ متاسفانه قضیه اصلی سر از ایست که با تصویب نشدن یا تاخیر در تصویب بودجه کشور این سبب میشه که خیلی از پروژه‌ای که در حال اجرا هستن یا خیلی از پروژه‌ای که رو اتمام هستن اینا استاپ میشن. خب معلومه که یک چرخ گرداننده یک معامله اقتصادی یا یک نوع عملکرد اقتصادی فقط نیازمند پول هسته. در صورت نبودن پول یا نبودن بودجه در یک وزارتخونه خیلی از پروژه‌ای که قرار شروع بشن و خیلی از پروژه‌ای که در حال انجام دادن هستن متأسفانه متوقف میشن و هر چقدر متوقف بشه همون قسم که زمانی که سپری میشه که توقف از اونها و همون اندازه ما دیرتر به موفقیت میرسیم و همون اندازه که دیرتر به موفقیت برسیم این نشان دهنده از این که ما نمیتونیم رشد اقتصادی مطلوبی در بین شهروندان افغانستان و برای ملت افغانستان داشته باشیم. پس چه کار نیاز است که در این بخش صورت بگیره؟ موضوع اصلی سر از این است که ما بیایم در ابتدا در نگاه دقیق و منظم و نظارتی بالای افرادی که در رأس حکومت قرار دارن داشته باشیم تا بتونیم اونها با این نظارت ها خور مورد دقیق ارزیابی قرار بدیم. این سبب بشه که اونا کمتر بتانن از راه‌های غیر درست و نامش روی اقتصادی بخوان اونا درآمدهای اقتصادزایی برای خود ایجاد بکنن. وقتی که این کار رو انجام بدیم این سبب میشه که کم کم پول به جریان پیدا کنه چون خیلی از افراد و خیلی از کسایی که در پایین دست قرار دارن توانایی انجام کار دارن ولی قوه تحریک اقتصادی ندارن متاسفانه که این قوه تحریک اقتصادی قبلا توسط خیلی از افراد بابت کمیشن کاری یا اینا بابت ای که اونا در رأس قرار دارن و توانایی سیاسی و اقتصادی قوی تری دارن اینا رو تصاحب میکنن و نمیمونن که این موضوعات به افراد زیر دست انتقال پیدا کنه و بتونن کار اجرایی دقیق انجام بدن. شما مثلا یک پروژه پول از این به اساس 5 قسط پرداخت میشه وقتی که یک قسط از این تاخیر بخوره سبب میشه که پروژه دقیق انجام نشه یا کیفیت پروژه پایان میایه. وقتی این کارا انجام بشه خب معلومه که در سرانجام اون پروژه مطلوبیتی که ما در ابتدا فکر میکنیم بله. اما آقای فقیری آیا حکومت میتونن که توضیحات لازم در مورد قطعی 97 ارائه بکنن به اعضای مجلس نمایندگان تا اینها هم اطمینان پیدا بکنن و مردم هم بر کارکرد شفاف حکومت اطمینان پیدا بکنن و پس از اون ما بریم به تصویب بودجه سال مالی آینده؟ اگر در صورتی که انجام این عمل کرد که در گذشته انجام شده به صورت شفاف و دقیق باشه میتونن اونا پاسخگو باشن. در غیر این صورت فراهم نمودن و پاسخگویی به همچین موضوع کلانی که نیازمند ساعت‌ها و روزها هست فیزودیا نخواهد شد. بله تشکر آقای فقری سپاس از اینکه مراجعه رفتن. خیلی سپاس از شما. خواهش میکنم. سلامت باشید. شب شما بخیر باشید. فکر نه همه دامه خبرها در غرب یمن که یکی از بخش‌های زراعتی این کشور هست هجوم ملخ‌ها زمین‌های کشاورزی را صدمه زدند. میلیون‌ها تن از مردم یمن با گرسنگی روبرو هستند و خراب شدن محصولات کشاورزی می‌تواند که اوضاع این کشور را بدتر بسازد. اینجا بخشی از سواحل تهامه در غرب یمن است. هجوم ملخ‌ها بسیاری از حاصلات کشاورزی این منطقه را نابود ساخته است. بارش باران سبب شده بود که این گیاهان خوب رشد کنند، اما زحمت‌های دهقانان اکنون از میان رفتند. مشکل به زمین‌های کشاورزی محدود نیست. ملخ‌ها تنها به زمین‌های ارزن و جواری آسیب نرساندند، بل به چراگاه جانوران نیز حمله کردند و کندوهای زنبور عسل را نابود ساختند. آنان به تولیدات زراعتی و حیوانی آسیب رسانیدند. با توجه به بارش زیاد باران، امسال بسیاری از مردم انتظار داشتند که حاصلات خوبی به دست آورند. اما اکنون مجبور هستند که حیواناتشان را بفروشند تا زنده بمانند.
رئیس نهادی که مسئول مبارزه با ملخ‌های صحرایی در یمن است میگوید که به علت نبود امنیت کارمندان آنها نمیتوانند به تمامی بخش‌ها رسیدگی کنند. با این همکار نابودسازی ملخ‌ها در بخش‌های از این کشور ادامه دارد. لكن في عقاقات كثيره جدا واجهتنا ما با موانع بسیار روبرو هستیم. بزرگترین مشکل کارمندان این مرکز نبود امنیت است. این اوضاع کنونی یمن است و علت بودن ملخ‌ها نمی‌توانیم که به زمین‌های کشاورزی برویم. یمن با کمبود شدید مواد خوراکی روبرو است. نزدیک به 14 میلیون تن از مردم این کشور با گرسنگی روبرو هستند و به کمک‌های انسان دوستانه نیاز دارند. نابود شدن محصولات زراعتی مشکلات مردم یمن را بیشتر خواهد ساخت. بنیاد آسیا در نظرسنجی اخیرش دریافته است که در سال روان 4% دسترسی به برق در کشور افزایش یافته است. در این گزارش برق خورشیدی مروج ترین منبع برای تولید برق برای پاسخ دهندگان بوده است. اساسا هم شمار از کارشناسان میگن که در مقایسه با مصرف و دسترسی برق در سطح جهان، افغانستان در پایین‌ترین سطح استفاده از برق قرار دارد. افغانستان در سال 2019 نام نظرسنجی اخیر بنیاد آسیا درباره اوضاع سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صلح پایدار در افغانستان است. یافته های این نظرسنجی در بخش دسترسی به برق و عرضه خدمات برق به شهروندان افغانستان نشان می دهد که در سال روان دسترسی به برق در کشور از 16.4% به 20.2% پاسخ دهندگان رسیده است. ما در سال گذشته در اوایل سال در حدود 1,400,000 مشترک داشتیم در سطح افغانستان، مگر خوشبختانه با در نظر داشت از اینکه ظرفیت برق داخلی بلند رفته، ما تانستیم که هم این تعداد در سطح افغانستان به بیشتر از 1,580,000 بسازیم. در جریان این نظرسنجی 27.7% از پاسخ دهندگان در روستاها گفتند برقشان از شبکه عمومی تامین می شود. 53% گفتند که برای روشن ساختن خانه هایشان از برق خورشیدی کار می گیرند. در حالی که 7.1% پاسخ دهندگان در روستاها گفتند که برق ندارند. ما بسته 2000 مگاوات برق تولید برق از نور آفتاب داریم که در افغانستان به 5 زون تقسیم کردیم و هر زون به تعداد 400 مگاوات برق تامین میکنه که فعلا ولایت قندهار امی پروسش رو اندازی شد که فعلا بسته 30 مگاوات برقش در حال بهره برداری شدن از بخش دومش. سپاس که بنده بازار استولو نیوز بودید. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.